یک مقام کرملین مقر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که برنامه مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با رجب طیب اردوغان که برای نیمه ماه آینده میلادی در نظر گرفته شده بود لغو شده است. این مقام کاخ کرملین تصریح کرده نشست سران در سن پترزبورگ که برای پانزدهم سپتامبر در نظر گرفته شده بود به علت سنگینی سایه اقدام ترکیه در ساقط کردن هواپیمای جنگنده سخوی 24 در سوریه لغو شده و امکان دارد برنامه های دیگر بین دو کشور هم در آینده دچار چنین سرنوشتی شود سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیست شنبه شب چند ساعت پس از اقدام نظامی ضد روسیه ترکیه برنامه حضور خود در نشست شورای راهبردی دو کشور را که قرار بود روز چهارشنبه در استانبول برگزار شود لغو کرد آقای لاوروف تصریح کرد روسیه قصد ندارد وارد جنگ با ترکیه شود اما روابط خود با این کشور را بازنگری خواهد کرد همزمان خلبان زندهمانده جت روسی ساقط شده توسط ترکیه روز چهارشنبه چهارم آذر ماه گفته است این جت هیچ گونه هشداری از نیروی هوایی ترکیه دریافت نکرده و از حریم هوایی ترکیه هم رد نشده بود الکساندر اورلوف سفیر روسیه در فرانسه تایید کرده که یکی از خلبانان روسیه جت سرنگون شده این کشور کشته شده است وی خبر داد یکی از خلبانان در هنگام سقوط به شکل وحشیانه ای توسط افرادگرایان در منطقه کشته و دومین خلبان توانست که فرار کند ارتش ترکیه روز چهارشنبه چهارم آذر ماه نوار ضبط شده ای را منتشر کرده است که طی آن صدایی شنیده می شود که به انگلیسی به خلبان روسی می گوید فورا مسیرتان را به سمت جنوب تغییر دهید ارتش ترکیه میگوید که بارها به این جنگندگی روسی هشدار داده است سرنگون کردن سخوی 24 متعلق به ارتش روسیه توسط ترکیه که روز سه سوم آذر ماه در منطقه مرزی ترکیه و سوریه روی داد تنش کم سابقه ای را میان مسکو و آنکارا به وجود آورده است ارتش ترکیه میگوید که برای یافتن و نجات خلبانهای روسیه جت سرنگون شده تلاش زیادی انجام داده بود روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد برای تقویت موضع قبلی خود در مورد حملات هواییش در سوریه یک سامانه پیشرفته موشکی را راهی سوریه کرده تا از جتهای روسی که در نزدیکی مرز ترکیه پرواز می کنند حراست کند سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت که این سامانه ها که از موشک های اس 400 تشکیل شده در نزدیک شهر لازقیه سوریه در سواحل مدیترانه مستقر خواهد شد موشکای اس 400 روسیه که قرار است در 48 کیلومتری مرز ترکیه مستقر شوند، بردی برابر با 250 کیلومتر دارند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه چهارم آذر ماه به خبرگزاری فرانسه گفت که خبر استقرار این سامانه در سوریه نگرانی قابل توجهی برای ارتش ایالات متحده به وجود آورده است. همزمان تانگو بیلگیج سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور و همتای روسش سرگی لاوروف بر سر دیداری طی هفته آینده به توافق رسیدند وی تصریح کرد که طرفین در یک گفتگوی تلفنی دو وزیر امور خارجه بر سر رد و بدل کردن اطلاعات در خصوص این حادثه از طریق کانالهای دیپلماتیک و نظامی دو طرفه به توافق رسیدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هشدار داده در صورت ایجاد مشکلات آتی در حل و فصل نهایی پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران می تواند اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک را متوقف کند آقای عراقچی شامگاه چهارشنبه شنبه چهار آذر در برنامه تیتر امشب در صدا و جمهوری اسلامی گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید نتیجه یافته ها و ارزیابی خود در رابطه با موضوعات پی ام دی را به شورای حکام ارائه کند. در همین حال پنج به علاوه یک متعهد شده است که پرونده پی ام دی را بر اساس یک قطنامه در شورای حکام ببندد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت اگر این اتفاق نیفتد و یک گوشه ای از موضوع پی ام دی باز گذاشته شود به این معنی است که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد بنابراین پنج و علاوی یک باید بین پی ام دی و برجام یکی را انتخاب کند آقای عراقچی که مسئول ایرانی اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک با گروه پنج به علاوه یک است روز سشنبه سه سه آذر و پس از گفتگو با مقام های آژانس و مقام های آمریکایی و اروپایی در وین گفت امیدوار است توافق اتمی تا دو ماه دیگر به مرحله اجرا برسد آقای عراغچی خبر داد کارشناسان آژانس و ایران جلسه ی دو ساعته داشتند که با حضور معاون آمانو برگزار شد وی تصریح کرد ما انتظار داریم این گزارش اول دسامبر منتشر شود و به شورای حکام برای بررسی ارائه شود قرار است 15 دسامبر جلسه ای فوقلاده در شورای حکام تشکیل شود تا در رابطه با گزارش آژانس تصمیم گیری شود. در این فاصله پنج به علاوه یک قط ای با هدف بسته شدن پرونده پی ام دی را ارائه خواهد کرد که در جلسه 15 دسامبر به رأی گذاشته خواهد شد. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت چنانچه همه چیز خوب پیش برود اوایل ژانویه عواسط دیماه، ما به روز اجرای شدن برجام می رسیم که در عمل در آن روز تمامی تحریم هایی که تاکنون روی کاغذ برداشته شده است متوقف و یا لغو می شوند و اجرای برجام را عملا شاهد خواهیم بود. آقای عراقچی با توجه به ادامه مذاکرات مقامات ایرانی با همتایان غربی خود و برخی از نگرانی های عنوان شده در ایران در خصوص تسریع در اجرای برجام از سوی ایران گفت که این تلاش ها خلاف اظهارات و درخواست های آیت الله خامنه ای رهبر ایران نیست. آقای عراقچی گفت در دو موردی که رهبری تاکید داشتند کار به بعد از بسته شدن موضوع پی ام دی موکول شده است. رهبر ایران از دولت خواسته است تا پیش از حل و فصل نهایی موضوع ابعاد نظامی احتمالی باز طراحی رآکتور آب سنگین عراک و مبادله اورانیوم غنی شده با سنگ اورانیوم آغاز نشود معاون وزیر خارجه ایران گفت اینکه الان در رابطه با عراق یا ذخایر اورانیوم مذاکرات صورت میگیرد مانع کار نیست مهم آن است که تعهداتمان تا مشخص شدن موضوع پی ام دی اجرایی نمی شود ما قراردادهای لازم در رابطه با انتقال اورانیوم به روسیه را با مسکو بسته ایم. ورود کیک زرد به کشور مانعی ندارد اما خروج مواد غنی شده حتما باید بعد از بسته شدن پی صورت گیرد. همزمان وزارت خزانهداری آمریکا در یادداشتی که روی وبسایت این نهاد قرار گرفته بار دیگر تصریح کرده که دسته زیادی از تحریم های ضد ایرانی حتی بعد از روز اجرای برجام پابرجا میمانند. بستی باروسا متخصص امور رسانه ی خزانه آمریکا این یادداشت را با هدف رفع پاره شبهات درباره ی مبادلات تجاری با ایران در شرایط توافق هسته ای با این کشور نوشته است. این مقام وزارت خزانهداری آمریکا با اشاره به اینکه رؤوس کلی دستورالعمل‌های قابل اجرا درباره مقررات تحریم‌های ایران مشخص است، نوشته است: اول اینکه دولت آمریکا برای انجام فعالیت‌های تجاری مجاز مانع تراشی نخواهد کرد. دوم اینکه تحریم‌های آمریکا حتی بعد از روز اجرا به دلیل نگرانی‌های خارج از برنامه هسته‌ای ایران پابرجا خواهد ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه چهارم آذر ماه در جریان سفرش به پاریس در مراسم بزرگداشت 130 قربانی حملات تروریستی 13 نوامبر پاریس اعلام کرد که آلمان در تدارک یافتن راههایی برای افزایش حمایت از فرانسه در جنگ علیه تروریسم است. آنگلا مرکل در یک کنفرانس خبری مشترک در پاریس پس از دیدار با فرانسوا اولاند گفت وقتی رئیس جمهور فرانسه از من میخواهد که به تدابیری برای افزایش کمک ها به جنگ علیه تروریسم داعش بیاندیشم و ببینم چه کارهایی بیشتر در این راه میتوان کرد به سرعت به این درخواست واکنش نشان خواهیم داد و این مسئله را وظیفه خود میدانیم صدر اعظم آلمان تاکید کرد ما میدانیم که هدف این حملات فقط مردم پاریس نبودند بلکه این در واقع سبک زندگی همه ماست که در معرض حملات تروریست ها قرار گرفته است به گفته خانم مرکل با جادوی کلمات نمیتوان با تروریست های داعش مقابله کرد نبرد با آنها نیازمند تجهیزات نظامی است دیدار صدراعظم آلمان از پاریس در حالی صورت گرفته است که قرار است رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگوهایی که محور آن بحران سوریه و نحوه نبردها علیه داعش و گروههای افراطی است، روز پنج شنبه 5 آذر ماه به مسکو سفر کند. پیشتر فرانسوا اولاند از آلمان خواسته بود که در فرایند مقابله با تروریسم شبه نظامیان دولت اسلامی در سوریه و عراق متعهدانه تر عمل کند. به گفته او مشارکت آلمان نشانه بسیار مثبتی در جنگ علیه تروریسم جهادگرایان است آلمان تا کنون با فراهم کردن تسلیحات و آموزش مبارزان کرد تلاش کرده با نفوذ داعش در عراق مقابله کند رئیس جمهور فرانسه تصریح کرد از تمایل کمک مقام های برلین نسبت به مداخله در عملیات نظامی برون مرزی و درگیر شدن در جنگ داخلی سوریه آگاه است اما این کشور در کمپین گسترده علیه داعش که با حملات هوایی روزافزون دنبال می شود نیازمند کمک های آلمان به عنوان یکی از مهمترین قدرت های اروپا است همزمان نمایندگان پارلمان فرانسه با اکثریت مطلق آرا با ادامه حملات هوایی علیه مواضع داعش در سوریه موافقت کردند جتهای جنگنده فرانسه از سال گذشته به اعتراف بین المللی علیه داعش پیوستند که به رهبری آمریکا عملیات گسترده را برای نابودی این شبکه تروریستی آغاز کرده است با اجرای حملات تروریستی پاریس از سوی جهادگرایان داعش در فرانسه حالا این کشور فعالانه تر در کمپین مقابله با این شبه نظامیان تروریست مشارکت می کند جان ایو وزیر دفاع فرانسه گفته است همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت کردند که مستقیم یا غیر مستقیم از عملیات نظامی فرانسه در سوریه علیه داعش حمایت کنند آلمان پیشتر اعلام کرده بود که 650 سرباز را به مالی اعزام می کند اقدامی که به گفته خانم مرکل برای کاستن از بار 1500 سرباز فرانسوی است که از قبل در آن کشور مستقر بودند آلمان همچنین گفته است که به نیروهای کردی که در عراق با داعش می جنگند سلاح و آموزش می دهد. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند در این کنفرانس خبری همچنین با اشاره به موضوع کنترل مرزهای اروپا و ورود بیوقفه پناهجویان به اروپا به خصوص پس از حوادث تروریستی پاریس تاکید کردند که بر سر ضرورت کنترل بهتر و دقیقتر مرزهای بیرونی اروپا به توافق رسیدند آلمان در سال جاری پذیرای بیش از یک میلیون تن از پناهجویانی خواهد بود که با هدف گریز از جنگ و بحرانهای جانکاه به اروپا پناه آوردند. آقای اولاند گفت مهم است مهاجران که بسیاری از آنها از داعش میگریزند تهدیدی تروریستی محسوب نشوند هرچند ممکن است بعضی افرادگرایان با استفاده از سیل مهاجران برای مقاصد خود استفاده کرده باشند پیشتر در روز چهارشنبه نخست وزیر فرانسه هشدار داد که اتحادیه اروپا باید کنترل بیشتری روی مرزهایش داشته باشد نخست وزیر فرانسه گفت اگر کنترل مرزهای اتحادیه اروپا تشدید نشود شهروندان اروپایی از سیاستهای اتحادیه اروپا روگردان میشوند در تقویم رسمی جمهوری اسلامی پنجم آذر ماه روز بسیج و هفته منتهی به آن هفته بسیج خوانده می شود. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بار دیگر بحث درباره نقش این نیرو در مناسبات سیاسی و اجتماعی بالا گرفته است نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح الله خمینی که پنجم آذر ماه 58 فرمان تشکیل بسیج را صادر کرده بود در واپسین پیام خود به بسیجیان بر ضرورت حضور این افراد در تمام عرصه‌ها تاکید کرد زیرا به باور او این حضور موجب می شود که ریشه ضد انقلاب در تمامی ابعاد از بیخ و بن قطع گردد در جمهوری اسلامی هر گونه فعالیت مطالب محور شهروندی یا فعالیت جناهی از حکومت که ولایت مدار تلقی نمی شود می تواند حرکت ضد انقلابی محسوب شده و توسط نیروهای نظامی و امنیتی و به مدد بسیجیان سرکوب شود. بسیج گرچه در سیاست و تصمیمگیری های کلان نقش مهمی ندارند اما ابزار مهم سپاه برای دخالت سازمان در انتخابات یا یورش به فعالان مدنی و تجمعهای فرهنگی و سیاسی در پوشش نیروهای مردمی و خودجوش محسوب می شوند. مسیجیان گاه نقش سیاهی لشکر را بر عهده دارند و گاه به عنوان نیروهای لباس شخصی و گروههای فشار مانع تجمع و فعالیت انتخاباتی آزاد یا برگزاری نشستهای سیاسی و فرهنگی میشوند در جریان انتخابات ریاست جمهوری 88 افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به لحاظ سابقه طولانی نقشافرینی در جمهوری اسلامی از مناسبات درونی حکومت شناخت کافی دارند، آشکارا سپاه و بسیج را به دخالت در انتخابات و مهندسی آرام متهم کردند. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و با آغاز تجمع های انتخاباتی تشکل های اصلاح طلب بر هم زدن این نشست ها و جلوگیری از سخنرانی شخصیت های این جنا از سوی کسانی که امت حزب الله خوانده میشوند افزایش یافته است تازه ترین نمونه از این اقدام ها حمله به نشست تشکلهای اصلاح طلب و حجوم به عبدالوحید موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی در غزبین و جلوگیری از سخنرانی مصطفی کواکبیان در اندیمشک بود. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج اول آذرما در یک برنامه تلویزیونی از تخریب بسیج در برخی رسانه ها با آنچه که وی رگبار اتهام و شایع علیه این نهاد خواند انتقاد کرد و منکر عملکرد جناهی بسیجیان شد مراسمی که به تازگی برهم زده شدند همه دارای مجوز قانونی بودند حسین نقوی حسینی عضو جبهه پایداری اول آذر ماه به خبرگزاری آنا گفت فرمانداری غلط کرده به این نشست مجوز داده است به باور ناظران در حالی که نیروهای انتظامی با هر تجمع کوچک سنفی به شدت برخورد می کنند نمیتوان پذیرفت که ادعی با یک تجمع خودجوش و بدون حمایت نهادهای قدرتمند قادر به تحمیل نظر خود به مسئولان دولتی و لغو برنامه‌های قانونی شوند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اول آذر ماه نسبت به سوء استفاده جریان‌های سیاسی از بسیج هشدار داد و گفت: نگذاریم ادعی از بسیج برای اغراض باندی و غیر ملی بهره گیرند. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله هشدار داد که مبادا جناهای سیاسی بسیج را ابزار رسیدن به مطامع خود در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار دهند گرچه تاکنون شواهد و اسناد زیادی از نقش بسیج در سرکوب مخالفان و دخالت در انتخابات منتشر شده نگاهی به برنامه ها و وظایف تعریف شده برای این نهاد گویای خیلی از واقعیت هاست. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران تهدیدها علیه جمهوری اسلامی را به نیمه نرم و نیمه سخت تقسیم بندی کرده و مقابله با تهدیدهای نرم را وظیفه بسیجیان عادی عنوان کرده است آیت الله خامنه ای پس از توافق هسته بارها نسبت به مسئله نفوذ از سوی کسانی که وی دشمن میخواند هشدار داده است مسئولان حکومتی تهدید نرم را فعالیت سازمان یافته قدرت غربی با استفاده از عوامل داخلی میدانند که به ادعای آنها هدف آن سرنگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد نظر جمهوری اسلامی و در نهایت سست کردن پایه های حکومت است با این تحلیل دور از انتظار نیست که بسیج برای مقابله با اصلاح طلبان وارد میدان شود و در راه فعالیت سیاسی و انتخاباتی آنها اخلال ایجاد کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران از کاندیداتوری احتمالی خود در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری خبر داده است آقای رفتنجانی با توصیف این انتخابات به عنوان یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی گفته است شرایط اجرا و نظارت در این انتخابات باید به گونه‌ای باشد که امید مردم را تقویت و جامعه را برای خلق یک حماسه سیاسی دیگر تشویق کند آقای حاشمی رفسنجانی از سال 1386 تا 1390 ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت. مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب و در صورت لزوم بر کناری رهبر حکومت را بر عهده دارد. علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی هنگام آغاز به کار دوره آتی مجلس خبرگان رهبری 77 سال سن خواهد داشت پیش از این قربان علی دوری نجف آبادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفته بود خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاءالله اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری و دهمین ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است هفتم اسفند سال جاری برگزار شود. کاندیداهای شرکت در انتخابات خبرگان نیز مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند پیش از این و چند ماه پس از آنکه دولت حسن روحانی کار خود را آغاز کرد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری هشدار داد ادعی که سنگر اول را فتح کرده اند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند اخیرا نیز احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری درباره تلاش ای برای برهم زدن ترکیب فعلی و تشکیل یک اقلیت قوی در این مجلس هشدار داده است اکبر هاشمی رفسنجانی که دومین رئیس مجلس خبرگان رهبری پس از علی مشکینی بود در سال 1390 و پس از فشارها و انتقادهای گسترده حامیان رهبر جمهوری اسلامی در این مجلس و بیرون آن از سمت خود کناری گیری کرد محمد رضا مهدوی کنی در این سمت جانشین آقای رفسنجانی شد با درگذشت آقای مهدوی کنی در مهرماه 1393 نیز محمد یزدی جانشین او در این سمت شد در آن هنگام آقای یزدی 47 رأی و آقای رفسنجانی 24 رأی اعضای خبرگان را به دست آوردند سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه و یک مقام امنیتی گفتند قاسم سلیمانی فرمانده ی سپاه قدس سپاه پاسداران در جریان نبرد علیه شورشیان سوری در نزدیکی حلب جراحت های سطحی برداشته است. گزارش های تازه پس از آن منتشر می شود که روابط عمومی سپاه پاسداران به طور رسمی اعلام کرده است آقای سلیمانی در سلامت کامل است. در 23 آبان ماه خبری در وبسایت دبکا که در بیت المقدس قرار دارد منتشر شد که به نقل از منابع نزدیک از کشته شدن فرمانده سپاه قدس حکایت داشت. حال رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در حوالی الاس در جنوب حلب زخمهایی سطحی برداشته است به گفته آقای عبدالرحمن آقای سلیمانی زمانی زخمی شده که مشغول رهبری عملیاتی در حاشیه الاس جایی که تحت کنترل نیروهای حامی حکومت بشار است بود آقای عبدالرحمن گفته است شمار زیادی از نیروهای ایرانی در این منطقه حضور دارند رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه های شورشی از روز شنبه عملیاتی را برای عقب راندن نیروهای بشار اسد از مناطقی در جنوب حلب انجام دادند مناطقی که به گفته این سازمان با کمک نیروهای نظامی ایرانی و حزب الله لبنان و نیز حملات هوایی روسیه به دست قوای اسد افتاده است. در تحول دیگر ولادیمیر کوژین دستیار رئیس جمهور روسیه در همکاری های نظامی و فنی از اشتیاق جمهوری اسلامی ایران برای خرید انواع و اقسام جنگ افسار ساخت روسیه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس آقای کوژین روز چهارشنبه چهار آذر چهار با اشاره به امضای قرارداد تحویل سامانه ضد هوایی s 300 به ایران گفت دلیل علاقه زیاد جمهوری اسلامی به خرید طیف وسیعی از تسلیحات ساخت روسیه این است که ایران نیروهای مسلح بزرگی دارد اما به دلیل تحریم ها و برای مدتی طولانی ارتقای روی نیروی هوایی، دریایی و زمینی آن صورت نگرفته است. سخنان دستیار رئیس جمهوری روسیه اندکی پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران و دیدارش با مقام های ارشد جمهوری اسلامی بیان شده است. مسکو و تهران در پایان این سفر هفت سند رسمی همکاری امضا کردند که در میان آنها سندی درباره همکاری های نظامی وجود نداشت. بر اساس قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم انواع جنگ افزار و تجهیزات به ایران یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران تا پنج سال پس از روز پذیرش توافق هسته ای یا برجام تنها مشروط به تایید مورد به مورد آنها توسط شورای امنیت است. تسلیحات و تجهیزات یاد شده در این قطنامه شامل هر گونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه های توبخانه سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک ها و یا سامانه های موشکی و تجهیزات مرتبط شامل قطعات یدکی می شود. در همین حال حسن کریمپور مشاور عالی فرمانده سپاه قدس گفته است جمهوری اسلامی ایران چهارده دپوی زیرزمینی به نام چهارده معصوم در عمق سی تا 500 متر در اختیار دارد. آقای کریمپور روز پنج شنبه پنج آذر گفت در این دپوها به هر میزان نیاز باشد اگر از هر کشوری به سمت ایران یک موشک شلیک شود این مراکز به صورت اتوماتیک تمام مراکز مهم کشور حمله کننده را موشک باران می کند. این مقام نیروی قدس سپاه پاستاران گفت روی کره زمین تنها کشوری که تمام مساحت کشورش را پازل 20 کیلومتر در 20 کیلومتر قرار داده و وسطش پدافند گذاشته که اگر تعداد این پدافندها به 5500 عدد برسد سامانه پدافندی کشور تکمیل می شود ایران است و در حال حاضر 3500 تا دایر است و هیچ هواپیمایی نمی تواند وارد جمهوری اسلامی ایران شود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان گفت هدف توقف خشونت علیه زنان تا سال 2030 در سطح جهان است و هر شکلی از خشونت علیه آنها نیز باید با مجازات روبرو شود. دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه چهارم آذر در سخنانی در نیویورک گفت اگر همه با هم متحد شویم مردان و زنان رهبران دولتها جوامع تجاری و رهبران کنشهای اجتماعی مانعی بر سر راه وجود نخواهد داشت به زنان خواهند توانست بدون هیچ حراسی از خشونت علیه خود زندگی کنند آقای بان گفت در تلاش بوده است تا شورای امنیت سازمان ملل را به ایفای نقشی بیشتر در بهبود وضعیت زنان صلح و امنیت وادارد وی تصریح کرد اما اگر ما برای پایان دادن به خشونت ها علیه زنان جدی هستیم از جمله برای پایان دادن به افراطگری همراه با خشونت باید تلاش هایمان در زمینه حقوق زنان را افزایش دهیم 25 ماه نوامبر برابر با چهارم آذر روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال 1981 میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش های مشترک جهانی در این زمینه نامگذاری شده است 25 نوامبر سال 1960 سه هر به نامهای ماریا، پاتریسیا و انتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو دیکتاتور پیشین جمهوری دومینیکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد بر اساس ارزیابی های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن یکی در طول زندگی خود هدف خشونت های جنسی یا جسمی قرار می گیرد. در ایران میزان مرگ در میان زنان به دلیل خشونت برابر با میزان مرگ آنها به دلیل ابتلا به سرطان است با این همه مقام های ایرانی میگویند کمتر از 35 درصد از خشونت های خانگی علیه زنان به پلیس گزارش می شود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل میگوید تلاش های بنیادینش متمرکز بر افزایش حضور زنان در فعالیت های ملل متحد است و از جمله از رهبران جهان خواسته است تا زنان بیشتری را در اداره ها و سازمان های انتظامی به خدمت بگیرند که حراس دیگر زنان را از گزارش خشونت ها کاهش خواهد داد.